قسمت 36 سریال و آن بالا خدا هست و احمد از زندان آزاد می شود. خب این اساس بساس یک تهمت بود که کاکاش سرش رو جوری کرده باز و می خاطر پدرش درک نکده آمده مستقیماده ای است که ما به همچین شرایط ما بازیگری میکنیم و یک فیلم می سازیم و باید بیننده از زحمات ما واقعا قدردانی کنه. و وقت احمد از زندان آزاد می شود، مالک با احمد روبرو نمی شود و احمد به خانه باز می گردد. اما احمد وقت وارد حویلی خانه می شود، کسی نیست. احمد سپس به اتاق خود رفته و درب اتاق را باز می کند و وارد اتاق خود می شود. رضیه سپس با احمد روبرو می شود، در حالی که احمد عکس های خود را با ممتاز می بیند وحشت می کند و باورش نمی شود که چطور در حالی که می خواست از کارهای سلیم و دوستانش سر در بیاورد، او خودش نیز تومه آنها شده است و برای همین بوده است که احمد توسط مالک رانده شده و به زندان افتاده است. احمد سپس در میابد که پس بیدلیل مالک با احمد رفتار ناپسندی نداشته است و چون جوان فهمیده است درک میکند و به مالک حق میدهد که این گونه با احمد رفتار کرده است و ادامه داستان را در قسمت 36 خواهیم دید. من در حالت گریه است و مشک میریزم که یک خاله پیش از پلیم آمده مرا میگه که بخه که من از راتی شم. این واقعا در او صحنه یک اف بار کت شد. بعد از مدت ها یک بار دیگر احمد به سریال باز خواهد گشت، اما برگشت احمد به سریال و قسمت های بعدی دوام زیاده نخواهد داشت احتمالاً و در چند قسمت دیگر شاید این سریال به پایان برسد، طوری که مالک در نهایت حرف های رضیه را که گفته بود احمد بیگناه پذیرفت و حتی دلیل این که بعد دیدن احمد نرفت این بود که توان روبرو شدن با احمد را نداشت. شاید نزدیک به یک ماه می شد که احمد در سریال دیده نمی شد، اما تنها دو روز است که احمد در زندان است و خوب همان طور که می دانید دلیل این هم کوتاه بودن قسمت های اخیر سریال بود. پس ببینیم در قسمت های بعدی چه اتفاقات رو خواهد داد. شما تا اینجای کار این سریال را چگونه دریافتید و از دیدن و تماشای آن لذت بردید یا خیر؟ اگر دوست داشتید نظریاتتان را برای ما در کامنت بنویسید. همین طور این ویدیو را لایک کنید تا به دست دیگران هم قرار بگیرد. تا یک ویدیوی دیگر، خداوند یار و همراهتان.